اما بریم سراغ چیه؟ تولبار. دقت کنید اینجا. من الان داخل ظهیره قرار میگیرم. گزینه های تولبار. مور آپشنز. خب اینو وقتی میزنم نحوه دیدن منو کانتنت یعنی محتوا رو نشون بده، اسم فایل اینا رو نشون بده، تایلز به صورت تایلی نشون میده، نحوه دیدن دیتیلز جزئیات رو نشون میده، نام، تاریخ، فلان، تایپ. و میتونم گفتم چیکار کنم، از همینجا دیت بیام انتخاب کنم بر اساس امروز نشون بده، فایل های امروز نشون بده، جابجا کنه، یعنی سرچ، اینو سرچ دیگه، فقط اینو تیکشو برمیدارم همه رو نشون میده. سایز بیام بگم که فقط از ارزم بزرگ شما که یه مقدار این پریویو رو میکشم این ورتن این فلششو میام میگم فقط و فقط از ارزم بزرگ شما که فایل های کوچیک رو نشون بده. ببینید یه نوع سرچ خیلی سریعه، اون فلشه تو اینجا داره کمک میکنه که من چیکار کنم از بین اینها فقط چیا رو نشون بده. وجود دارن ها، فکر نکنید وجود نداره، ولی میگم اینا رو برای من نشون بده، این تیکو بردارم بقیه رو نشون بده. بس یه دفعه دیدید فایلاتون گم شده، دست و پاتون رو گم نکنید، اومدید اینجا چیکار کردید؟ مثلا تگ، من ایات باشه دو تا فایل رو میگم که آن اسپسیفیک تگ وجود نداره، تگ ستاره دار کرده بودم، ببخشید تگ اضافه نکرده بودم، میام استار استار نه ریت. خب میام میگم که اونهایی که چیه سه ستاره دارن، یعنی فقط یه دونه، همون اینی که بعد اونهایی که میگم حداقل یه ستاره دارن، استار یک ستاره دارن، اگه یادتون باشه سه تاشو سه ستاره کرده بودم. بس بقیه فایلام اینجا هستند، فقط چیکار کردم ستاره دارها رو نشون بدم. ساب فولدر یعنی زیر مجموعه هایی که داره که پایین فعال میشه. بس بر اساس سایز و تاریخ و نوع فایل میام میگم که آقا ارزم فقط جیک بیگ اکسا رو نشون بده، تیکش رو برمیدارم چون من اونجا یه دونم چیه یه سایز استار استار رو بردارم، تیکش رو برمیدارم، این همش داره حرکت میکنه اونور، اینم برمیدارم. حالا میام میگم که آقا فقط و فقط چیه اکسا رو نشون بده، میام اینجا و نوع فایل JPEG، ببینید فقط اکسا رو نشون داد، کاری به ستاره اینا نداره. بعد شما می توانید دقت کنید تیکار دقت نباشه، اگر بود داره فقط اونا رو نشون میده، اینجاها تیکی وجود نداشته باشه نوع فایل ها. بعد اینا رو میتونید اضافه کنید، روش کلیک راست یه سری چیزای دیگه گزینایی که تا تاریخ ایجاد و فلان و میتونید چیکار کنید اضافه کنید. من حالا همه اینا به هم داشتم میتونم بگم که سایز اول کالم تو فیت، یعنی همه این کالم ها رو تا آخر نشون بده، یعنی اسمش و اینا رو. نه میتونم بگم که چیه سایز کالم تو فیت، یه جوری باشه که کوچیک، و میتونم اینطوری بگیرم دستی از این دستگیره ها برای که هی مجبور نشم هی اینو عقب جلو بکنم. نه. هر کدوم که چیزه بکشم بیارم این ورته که همه رو یه جا بدم. خب به هر حال این دیتیل جزئیات لیست، یعنی به صورت لیستی دیگه جزئیات نشون نمیده. ویو اسمال آیکون، آیکون های کوچیک نشون بده، نحوه دیدن دیگه. میدیوم آیکون، آیکون های بزرگ نسبتا، لارج خیلی بزرگ، اکسترا لارج خیلی خیلی بزرگ، که بهتره گفتم حالت لارج آیکون یا میدیوم آیکون باشه برای دیدن فایل ها، یا من خودم ترجیح میدم به صورت دیتیلز باشه، جزئیات باشه که نوع فایل نارم دم دستم باشه برای سرچ مچم داشته باشم. خب این از نحوه دیدن. دستگیرش هم هست، میتونید با دستگیره بگیرید بالا پایین کنید در کدومی که دوست دارید. اما این یکی دقیقا به هاید پریویو پین، یعنی این پریویو رو پیشنمایش رو مخفی کنه، میتونه فعال کنه. بس برای نمایش دادن و مخفی کردن این میتونید چیکار کنید از اینجا. یه روشش کجا بود؟ ارگنایز، لی آوت، و از اینجا تیکش رو میتونید بذارید بردارید. ولی یه روش هم اینجاست که میتونید مخفی کنید نشون بدید که فایل ها رو مثلا نشون نده، مثلا دیده نشه. خب باشه بهتره، این هم هلپشه، راه نماشه. خب این هم از گزینه های چیه تول با. حالا گفتم ابزارهای مختلف فهم کنه، مثلا وارد اینترنت بشید ابزارهای خودشو داره، پرینتینا داره جنه. با توجه به هر صفحه ابزارها فرق کنه، یا مثلا من میوزیک وارد بشم احتمال داره ابزارهای مختلفی براش چیه پیدا بشه، نحوه دیدن فولدر اینا. خب اینجا ارنج آیکون بای فولدر، مرتب کنه بر اساس فولدر، بر اساس آلبوم مرتب کنه،
اینجا الان فعال شد توی میوزیک مثلا، آرتیست بر اساس آرتیست هنرپیشه معرفی کنه، سانگ بر اساس آواز مرتب کنه، جینیر بر اساس جینیر مرتب کنه، جنوار میگن تو حالا فارسی، ریتینگ بر اساس درجه بندی ستاره گذاری. حالا میتونم ستاره رو چیکار کنم؟ خودم اینجا بیام چیکار کنم؟ ریتش کنم، بگم که این موسیقی از نظر من این رتبه است، انتخاب کنم سیوش کنم. پس ریت رو میتونید خودتون انجام بدید. اینم از گزینه‌های مختلف گفتم. اینو الان ببینید، الان پلی از همینجا فعال شد، یعنی موسیقی رو پلی میتونم بنوازم. خب پلی فلش داره، بیام گزینه‌های مختلف با چی؟ مثلا بس بره با کویک تایم اینو چیکار کنه؟ نواخته بشه، برنامه کویک تایم رو فعال کنه به جای مدیا پلیر و پلی اول، همه رو مثلا انتخاب کنه برای نمایش. شیر یعنی با کسای دیگه شیر سهیم بشه. برن شروع کنه به رایت کردن، یعنی من اینو بزنم میگه اینسرت دیسک، یه دونه دیسک قرار بده این موسیقی ها رو چیکار کنه، برات چیکار کنه رایتش کنه، که من سی دی خام ندارم که الان بذارم که رایتش کنم. پس میگم حالا عکسا برم توی عکسا، گفتم شو شیر مثلا شیر سهیم بشه، شو نشون بده، اون عکسو نشون داد، کنسل میزنم خارج میشم، برن بسوزونه. چیزای مختلفی که وجود داره، یا چند تا عکس دارم الان من دقت کنید انتخاب کردم، یه عکس رو انتخاب کردم، یه سری گزینه‌های اضافه شد. اسلاید شو یعنی نمایش به صورت اسلایدی، این عکس رو نشون بده بدون که من کاری بکنم، عکس بعدی رو نشون بده، یا اسلاید ارزم موضوع شما که چیزا چند تا عکس دارم. اسلاید شو پرینت، پرینت بگیره، ایمیل از طریق ایمیل بفرسته، برن بسوزونه. موسیقی ببینید گزینه‌هاش فعال میشه، عکس گزینه‌هاش فعال میشه، مثلا نقاشی بی ام پی انتخاب کردم اوپن، میتونم بگم که باز کن با پینت، همین نقاشی رو با بی ام پی باز کنه، همین عکس رو باز کنه با پینت که من تغییرش بدم، چیزی توش بکشم. اینو اصلا میخوام بگم که با توجه به نوع فایلتون دقت، ویدیو فایلای ما، من این فیلم رو انتخاب میکنم، برنامه هاش پریویو نمایشش اینا با چی باشه چطوری باشه داده میشه.